سلام و درود فراوان دارم خدمت هموطنان عزیزم. خیلی خوشحالم از اینکه این موقعیت رو مجدد به دست آوردم تا در قالب یک برنامه دیگه از سری برنامه های اینفوگرام در خدمت شما عزیزان باشم. میدونم خیلی از شما دوستان منتظر بودید که امروز به زندگی نامه یکی از مهمترین و مؤثرترین هنرمندان حوزه موسیقی در به ویژه دهه 50 و حالا به نوعی میشه گفت میانه های دهه 40 بپردازم. بانویی که به ملکه لاله‌زار معروف شد، او یکی از اسطوره های موسیقی مردمی یا به عبارت کوچه بازاری بود و قاعدتا فکر میکنم که با این تعاریف و با این جمله پردازی ها همتون متوجه شدین که راجب سوسن دارم صحبت میکنم. سوسن فارغ از وجهه هنری و اون ترانه هایی که به هر حال با صدای جادویی خودش اجرا کرده، از یک زندگی خاص و عجیبی برخوردار بود، یک سناریوی بسیار پرگره و پرداستان و پرچالش رو در زندگی و سرنوشت خودش سپری کرد و به همین دلیل من فکر کردم شاید جالب باشه که راجع به خانم سوسن امروز باهاتون برنامه رو ترتیب بدم. در ابتدای کار و قبل از اینکه بخوایم رسما وارد برنامه بشیم، ازتون میخوام در صورت اینکه واقعا دوست داشتین برنامه رو حتما لایک بکنید، چون لایک های شما باعث میشه که برنامه به مخاطبین بیشتری نشان داده بشه. سابسکرایب و کامنت، پیشنهاد، انتقادات و نظراتتون رو هم که حتما میخونم و سعی میکنم در اسرع وقت پاسخگوی محبت شما عزیزان باشم. اما سوسن متولد اردیبهشت ماه سال 1319 بود با نامی که بسیار متفاوت بود با نام اصلی خودش. او شمس الملوک حمیدی نام داشت. در یک خانواده بسیار فقیر در قصر شیرین متولد شد و جالبه بهتون بگم اون زمان خب خونه های به سبک خانه قمر خانوم، به ویژه افرادی که حالا این سریال رو هم دیده باشن، بسیار زیاد بود. در اقصی نقاط ایران شما خانه هایی رو میدیدید که یک حیاط و حوضی در وسط حیاط قرار داره، دور حیاط هم تعداد زیادی اتاق و دو تا اتاق به مردم مختلف اجاره داده میشد و معمولا افرادی که در این خانه ها زندگی میکردن از یک طبقه اقتصادی واحدی برخوردار بودند و اون سبک و سیاق زندگیشون به هم خیلی شباهت داشت. سوسن هم در یک چنین خواستگاهی در اصل متولد شد و درش رشد پیدا کرد. به گفته خودش در بین همه همسایه ها فقط یکی از اونها بود که شاید کمی شرایط مالیش بهتر بود و این توانایی رو داشت که مثلا برای فرزندان خودش دوچرخه‌ای رو تهیه بکنه. سوسن میگه در زمستان سال 1331، یعنی در دوره که حدودا مثلا 12 ساله شاید بوده، یک روز که به منزل میاد متوجه میشه که مادرش به شدت گریه کرده، چشمای مادر پف کرده و از شواهد و قرائن میفهمه که پدرش بیماره و در آستانه مرگ قرار گرفته. به دلیل فقر زیادی که اونها در زندگی و در خانواده تجربه کرده بودن، تمکن مالی لازم رو برای درمان پدر نداشتن و به همین طریق پدر در خانه نفسهای آخرش رو کشید و متاسفانه جلوی چشم فرزندان خودش از دنیا رفت. خب سوسن میگه بعد از اینکه مراسم تدفین پدر رو انجام دادیم من و به خانه برگشتیم، خونه برامو خیلی سوت و کور شده بود و یک فضای بسیار دلگیری رو ما در خانواده تجربه میکردیم. ضمن اینکه حالا مادرم هم با اون شرایط خانوادگی و با اون شرایط اقتصادی نمیدونست بعد چی کار بکنه و زندگی ما رو به چه شکل اداره بکنه. شمس الملوک یا حالا نام اصلیش که در دوره به هر حال ستاره شدنش بهش خواهیم رسید، یعنی همون سوسن، شمس الملوک که در خانه شمسی صداش میکردن، بعد از حدود چند ماهی یک شبی که در خانه در یک شب تابستانی که در خانه اینها خواب بودن و این متوجه میشه که همه همسایه ها هم خواب هستن، نیمه شب به حیاط میره. در حیاط منزلشون یک نخلی بوده، یک نخل خرمایی بوده که اون خانواده نسبتا پولداری که در اون همسایگی زندگی میکردن که این تمکن رو داشتن که برای بچهشون دوچرخه بخرن، دوچرخه فرزندشون رو تکیه داده بودن
به این نخل خرما. سوسن میگفت یکی از آرزوهای من در اون مقطع این بود که من فقط یک بار سوار این دوچرخه بشم، و با اینکه میدونستم حتی این امکان رو ندارم که بخوام رکاب بزنم، اما دلم میخواست که این تجربه رو حتما داشته باشم. وقتی متوجه شدم همه خوابن، یواشکی رفتم تو حیاط و در حالی که این دوچرخه به نوعی بسته شده بود به اون تنه نخل، من سوار دوچرخه شدم. زمان زیادی طول نکشید که مادر اون پسری که صاحب دوچرخه بود از خواب میپره و با داد و فریاد میاد سراغ سوسن. به گفته خودش اون رو از دوچرخه میکنه و محکم پرت میکنه به قول معروف زمین. سوسن وقتی که پرت میشه سرش اصابت میکنه، یعنی پیشونیش اصابت میکنه به میخی که به تنه نخل نصب شده بود، و این باعث میشه که به گفته خودش سردرد بسیار شدیدی سراغش میاد و خونریزی میکنه، طوری که وقتی دستش رو روی صورتش میکشه تمام دستاش پر از خون بوده. خب همسایه ها میان، مادر سوسن میاد و زن همسایه هم شوکه شده بوده وقتی میبینه که خون از سر روی سوسن سرازیر شده، میره دواگلی میاره، خلاصه قضیه ختم به خیر میشه به نوعی. اما حدود یک سال بعد خاله سوسن که یک بانوی 35 ساله بوده، یک روز به منزل سوسن میاد و میگه که تو دیگه باید از این به بعد با ما زندگی بکنی. خیلی عذر میخوام، خالش نه، عمش. و سوسن اون روز متوجه میشه که مادرش قصد ازدواج داره. به هر حال با توجه به اون شرایط اقتصادی هم که اینها سپری کرده بودن، طبیعی بود که مادر به هر حال بتونه برای گذران زندگی یک تصمیم جدیتری رو برای آینده خودش بگیره، و چه تصمیمی بهتر و منطقی تر از این که ازدواج بکنه. سوسن به اتفاق عمه خودش و شوهر عمه خودش به کرمانشاه نقل مکان میکنه. مدتی رو در کرمانشاه هستن تا اینکه شوهر عمه تصمیم میگیره برای ادامه زندگی به تهران بیاد. خیلی جالب این خاطره سوسن از اولین باری که تهران رو میبینه، دختر شهرستانی که در یک فضای حالا روستایی با یک جماعت محدودی زندگی کرده، خانه ها با سبک و سیاق خاص خودشون، وقتی به تهران میاد اون زرق و برق رو میبینه، شلوغی خیابون ها، تردد اتومبیل ها، جماعتی که در خیابان به قول معروف عبور و مرور داشتن، و به گفته خودش ساختمون های چند طبقه ای که همه اینها هم او رو گیج و سردرگم میکنه و در این حال براش بسیار جذاب هم بوده، و این تصویری است که او از پایتخت در احتمالاً اواسط دهه 30 داشته. در ابتدا اونها به محله چهارراه حسن آباد میرن، شوهر عمه او یک مغازه میوه فروشی رو تهیه میکنه و اقدام میکنه به میوه فروشی، و یک سه اتاقی رو در بالای همون میوه فروشی اجاره میکنه که اینها به هر حال سکونتشون در اون سه تا اتاق صورت گرفت. سوسن میگفت در اون اوایل روزها و ماهایی که وارد تهران شده بودم بیشتر ترانه های دلکش رو اجرا میکردم و این زمزمه ها خیلی مورد قبول در همسایه هم قرار میگرفت، تا اینکه یکی از بانوانی که در همسایگی سوسن زندگی میکرده، منزل عمه سوسن زندگی میکرده، یک بار به اون میگه که من در یک کافه کار میکنم، از خدمه اون کافه بودنیشون، که اگه دوست داشتی تو هم میتونی بیای و با هم دیگه بریم اونجا، دست تو رو هم بند کنم. سوسن میپذیره و به اون کافه میره. نام اون کافه که در لاله‌زار هم بوده کافه سوسن بوده. شمس الملوک که بهتون عرض کردم شمسی صداش میکردن، و البته او بعدها نام خودش رو به گلندام طاهرخانی تغییر داده بود و در یک مصاحبه هم نام اصلی خودش رو مهناز عنوان کرده بود، که در هر صورت همه این نام ها در آینده تحت تأثیر و تحت شعاع نام هنری سوسن قرار میگیره، و امروزه میبینید که ما هممون او رو نه با اون نام های انتخابی خودش، بلکه با نام هنری که به هر حال وارد عرصه موسیقی شد میشناسیم.
خب شاید یکی از دلایلی که بعدها این نام هنری سوسن رو هم برای خودش انتخاب میکنه همون اولین حضورش در کافه سوسن بوده. خب مدتی اونجا فعالیت داشته تا اینکه آقای شیر خدایی صدای سوسن رو میشنوه، زمزمه های او رو گوش میده و او رو به رادیو نیرو هوایی میبره. رادیو نیرو هوایی یک رادیوی بسیار بسیار عجیب و غریبه. خواننده های سرشناسی از رادیو نیرو هوایی برآمدند و به شهرت و محبوبیت سرشاری دست پیدا کردن، که از اون جمله میتونیم به آقای ایرج خواجه امیری یا همون استاد ایرج معروف اشاره بکنیم که ایشون هم سالها در رادیو نیرو هوایی اجرای برنامه داشتن و البته خودشون هم از افسران ارتش به حساب میومدن در دوره زمانی. میخوام بگم که یعنی تأثیر رسانه ها و به ویژه رادیو در بلوغ هنری یک هنرمند بسیار زیاد بود. خب مدتی رو هم به رادیو نیرو هوایی میره تا اینکه روزی یکی از موزیسین هایی که اونجا باش کار میکرده میگه که اگه دلت بخواد میتونم تو رو معرفی بکنم به کافه، حالا من نامش رو هم نوشتم، بله، بهشت باستانی. کافه بهشت باستانی که متعلق بوده به یک فردی به اسم آقای باستانی. سوسن میگه که من حتما باید با عمه خودم سلام مشورت بکنم و نمیتونم به راحتی و از قول خودم جوابی بدم. با عمه خودش مطرح میکنه و عمه میپذیره که سوسن در اون کافه فعالیتش رو آغاز بکنه. وقتی که روز اول به کافه بهشت میره و میپرسه که قراره که مثلا، چون اون موقع به صورت شبانه روزا یعنی شبی به نوعی میشه گفتش که حساب کتاب میکردن با خواننده ها و حالا سایر هنرمندانی که حضور پیدا میکردن و طوری نبود که بخوان به صورت ماهانه حقوقی رو براشون در نظر بگیرن. اون موقع سوسن هر شب تسویه حساب میکرد بعد از هر اجرایی که در کافه بهشت میداشت و وقتی که پرسید که به ازای هر شب اجرا چقدر قراره آیدش بشه و متوجه شد که در حدود 30 تا 35 تومن به ازای هر شب اجرا خواهد گرفت، اصلا براش باور کردنی نبود. سوسنی که تا همین یک ماه پیش ماهی 60 تومن حقوق میگرفت که میشد روزی 2 تومن، حالا داشت روزی 30 الی 35 تومن حقوق دریافت میکرد که حالا این وسط شما میشه گفت اون شاباش هایی که توسط مردم و مخاطبین پرداخت میشد رو هم باید در کنار این مبلغ قرار بدی. سوسن میگه اولین بار که وارد کافه شدم به بخشی یک اتاق پشتی سن رفتم که صورتخانه نام داشت. ببینید چه اسمای جذاب ایرانی روی اتاق گریم یا اتاقهای دیگرشون میگذاشتن، صورتخانه. میگفت به صورتخانه که رفتم یک میز توالتی دیدم با یک آینه قدی خیلی بزرگ که تعدادی لوازم آرایش هم روش قرار گرفته بود. آقای باستانی اومدن به من گفتن که سوسن یه مقدار آرایش کن و به خودت برس که باید چند دقیقه دیگه بیای روی صحنه. میگفت وقتی که نوازنده ها روی صحنه قرار گرفتن و مشغول کوک کردن سازشون بودن، یک دلهوره بسیار عجیب و غریبی به سراغ من اومد و استرس خیلی زیادی داشتم که خدای من چطوری میخوام برم روی صحنه و برنامه رو اجرا بکنم. تا اینکه اون گوینده سالن نام هنری من رو صدا کرد و گفتش که سوسن به روی صحنه میاد و من همون لحظه وارد صحنه شدم و با حضور چند ده مرد مواجه شدم که خیره داشتن به سن و چهره من نگاه میکنن. این سن منظورم البته سن سوسن نیست، اون صحنه، اون استیجی هست که در اصل هنرمند روش قرار میگیره و میگفت خب این استرس منو دوچندان کرد. یک سکوتی حاکم شد و همینطور که مردم داشتن خیره به من نگاه میکردن، من حتی یکی دو بار اومدم دستم رو جلوی چشمام بگیرم و از صحنه خارج بشم که صدای موسیقی آغاز شد و با شنیدن صدای موسیقی یک آرامشی گرفتم و به محض اینکه شرایط برای خواندن مهیا شد استارت زدم و کار رو آغاز کردم. خب این دوره طلایی برای سوسن باعث میشه که کافه های دیگری در لاله‌زار هم به سراغ او برن. صدای مخملی، بور و اون غمی که میشه گفتش که در ذات صدای سوسن نهفته بود، خیلی از افراد و اهالی و طبقاتی که به هر حال به لاله‌زار میرفتن و تمایل داشتن اوقات فراغتشون رو در اون فضا بگذرونن رو تحت تاثیر قرار میداد. سوسن از
همون طبقه‌ای برآمده بود که داشت براشون اجرا میکرد. یک خواننده سانتیمانتال بالای شهرنشین نبود که جنس اون مخاطب رو نشناسه. صدای سوسن به نوعی میشه گفتش که دلگویه های اون مردم و اون مخاطبین رو داشت بازگو میکرد و بازنش میداد. اما نکته‌ای که وجود داشت این بود که سوسن چگونه ترانه ها رو حفظ میکرد. خیلی ها میگفتن که سوسن بی سواده و خودش در مصاحبه گفته بود من تنها تا سوم دبستان درس خوندم و فقط به اندازه سواد داشتم که به جای انگشت زدن بتونم امضا بکنم. ولی برای حفظ بسیاری از اشعارش از دو هنرمند و دو خواننده‌ای که به هر حال در همون فضای لاله‌زار حضور داشتن و فعالیت میکردن استفاده میکرد. رشید مرادی که متاسفانه فکر میکنم دو سه سال قبل بود که ما ایشون رو از دست دادیم، یکی از اون افرادی بود که سعی میکرد ترانه ها رو برای سوسن بخونه و سوسن با زمزمه‌ای که میکرد در آن واحد هم ترانه ها رو حفظ میشد. خیلی مهمه، سوسن یکی از خواننده های بسیار باهوش کشور ما بود. اصولا خواننده هایی که به میزانی از محبوبیت و شهرت در بین مردم دست پیدا میکنن، شک نکنید که از هوش سرشاری هم برخوردار هستن، به ویژه هنرمندانی که نام و آوازشون سالهای سال و حتی بعد از مرگشون هم میمونه و مردم همین امروز هم با ترانه هاشون خاطره دارن. و البته شخص دیگه‌ای هم بود به عنوان به اسم یار محمد تهرانی، اگر اشتباه نکنم، بله آقای یار محمد تهرانی هم که ایشون البته تئاترای روحوزی هم اجرا میکردن، جزو همون تیمی بودن که سوسن رو کمک میکردن در حفظ ترانه هاش. خب در اصل میشه گفتش که در اواسط دهه 40 سوسن لاله‌زار رو به سیطره و تسلط خودش در آورده بود و به عبارتی او رو به عنوان ملکه لاله‌زار میشناختن. و من حالا اینجا بیام یک پرانتزی رو هم باز کنم و خاطره ای رو از یکی از مسئولین وزارت ارشاد در دوران بعد از انقلاب براتون نقل بکنم که ایشون هم متاسفانه البته به دلیل کرونا فکر میکنم سال گذشته یا دو سال قبل از دنیا رفتن، آقای صالحی. آقای صالحی یکی از افرادی بودن که در اصل نمایشگاه کتاب تهران رو بعد از انقلاب به نوعی راه اندازی کردن و معمولا جز مسئولین ارشدی بودن که و جز مدیرانی بودن که نمایشگاه تحت مدیریت ایشون در دوره برگزاریش اداره میشد. خب من میخواستم با ایشون مصاحبه ای رو ترتیب بدم و البته متاسفانه هرگز اون مصاحبه اتفاق نیفتاد، ولی خاطراتی رو از حضور ایشون و حضور پدرشون در لاله‌زار دارم که براتون تعریف میکنم که به سوسن هم مرتبط میشه. آقای صالحی میگفتن که پدرشون یک مغازه خیاطی داشتن، کنار تئاتر دهقان، و ایشون هم در دوران نوجوانی و زمانی که هنوز انگیزه های انقلابیگری و آرمان خواهی و مسائلی از این دست به سراغشون نیامده بود، معمولا تابستون ها پیش پدر میرفتن، با پدر کار میکردن و خب طبیعتا در فضای لاله‌زار حضور هنرمندان و حضور اون قشری که به ویژه از بعد از ظهرها به تئاترها و کافه ها میرفتن رو درک کرده بودن. آقای صالحی میگفتش که من یادم نمیره وقتی که سوسن رو با یک اتومبیل مشکی رنگی می آوردن جلوی درب تئاتر دهقانشون رو پیاده میکردن و شاید قریب به 50 نفر دور این اتومبیل جمع میشدن و با سلام و صلوات سوسن رو وارد حالا تئاتر دهقان یا ما بقیه کافه ها میکردن. میگفت یعنی یک همچین آداب و رسومی در لاله‌زار اون موقع بود و میگفت من مات و مبهوت اون ابهتی بودم که سوسن ازش برخوردار شده بود. اینی که دارم بهتون میگم مثلا مربوط میشه به سالهای 45 و 46 که ایشون حدودا مثلا توی اون تاریخ 10 ساله یا 11 ساله بود. خب حضور سوسن در لاله‌زار و شهرت ملی که در اصل پیدا میکنه باعث میشه که فضای کار برای خیلی از خواننده های لاله‌زاری دیگر که از قضا آقا بودن باز بشه، از جمله اونها آقاسی بود، داوود مقامی بود و افراد دیگری که عباس قادری بود و بعدها حالا مثلا یک نسل بعدتر جواد یساری، که اینها افرادی بودن که به شدت
تحت تأثیر اون محبوبیتی که سوسن به دست آورده بود تونستن فضای کار رو برای خودشون در لاله‌زار هموار بکنن و طرفدارانی رو هم جذب بکنن. خب اما سوسن بعد از مدتی توسط جمیله به کافه ها و کاباره های بروزتر، مدرنتر و با کلاستری هم دعوت میشه و شهرت او در ایران به مرحله میرسه که خانم پوران سوسن رو به دربار شاهنشاهی هم میبره. عمده مهمانی هایی که در منزل ملکه مادر خانم تاج الملوک برگزار میشد از حضور و صدای سوسن و همینطور خانم ملوک زرابی بهره مند بود و خب سوسن حالا داشت فضاهایی رو تجربه میکرد در زندگی که شاید خواب اونها رو هم نمیتونست در روزگاری ببینه. ضمن که در سال 1348 یکی از مجلات ایران در یک نظرسنجی که انجام داد به نام سه خواننده رسید که از جمله محبوب ترین خوانندگان ایران در اون سال و در اون تاریخ به حساب می آمدند: خانم گوگوش، آقای عارف و خانم سوسن. خب این اتفاق بزرگی بود برای سوسنی که شاید تریبون رسمی یا فضای مثل تلویزیون این امکان رو به خواننده های لاله‌زاری از جمله خود سوسن نداده بود تا اون دوره که اینها بتونن هنر خودشون رو به تصویر بکشن و اینها معمولا محدود و محصور بودن به فضای کافه ها و کاباره ها. حالا از این به بعد ما شاهد این بودیم که مدیوم های دیگر رسانه‌ای هم از حضور و صدای خانم سوسن داشتن بهره مند می‌شدن. یکی از اون اولین ها فیلم قیصر بود. آقای منفردزاده برای فیلم قیصر و برای موسیقی فیلم قیصر میشه گفتش که یک چهارچوبی رو طراحی کرده بود. در ابتدا لازمه بهتون بگم اون کافه‌ای که اون ترانه معروف فیلم قیصر درش اجرا میشه توسط خانم شهرزاد و همراه با رقص ایشون یکی از کافه‌های شهر نو هست و آقای منفردزاده به دلیل اینکه در دوره نوجوانیشون در اون کافه ها به نوازندگی میپرداختن کاملا به اون فضا و اون فرهنگ آشنا بودن و خب خانم شهرزاد هم در اون فضا ظاهرا به فعالیت رقصندگی مشغول بودن که آقای منفردزاده به اتفاق تیم سازنده تمایل داشتن که خود ایشون ترانه رو اجرا بکنه، یعنی به نوعی اون اکت ها رو خود خانم شهرزاد داشته باشه. اما در این حال اسفندیار منفردزاده به جای خواننده مرسوم فیلم های فارسی به سراغ سوسن میره. سوسن در ابتدا نمیپذیره به دلیل اینکه میگه اولا این ترانه جالب و جذابی برای من نیست و من آبرویی دارم، اعتباری دارم و اجرای چنین ترانه‌ای روی اکت اون خانم رقاصه برای من نمیتونه خوشایند باشه و حس خوشایندی رو به هم انتقال نمیده. ولی خب با اصراری که آقای منفردزاده داره و با توضیحاتی که منفردزاده به سوسن میده، سوسن نهایتاً میپذیره که ترانه رو با صدای خودش اجرا بکنه. من میدونم که چرا آقای منفردزاده این تصمیم و این انتخاب رو داشتن و بسیار هم تصمیم هوشمندانه ای بود، چون همونطور که بهتون گفتم صدای سوسن، آواز سوسن و حنجره سوسن از یک غم و خش و خراشی برخوردار بود که میچسبید و یک وصله جوری بود با اون فضایی که به تصویر کشیده شده بود، که البته بعدها هم سوسن در یک مصاحبه همچنان مخالفت و ناراحتیش رو از اجرای اون ترانه معروف فیلم قیصر عنوان میکنه و البته برای فیلم حسن کچل هم آقای حاتمی از صدای سوسن استفاده میکنه تا اینکه در سال 1350 تلویزیون ملی تسلیم میشه، یعنی تلویزیون ملی که بسیار بسیار انحصاری اختصاص پیدا کرده بود به هنرمندان موسیقی در اصل پاپیولار ایران، یا البته این واژه درستش، خب خود خانم سوسن هم جزو خواننده هایی بودن که این سبک موسیقی رو دنبال میکنن، یعنی به هر حال ایشون هم پاپیولار بودن و ترانه های ایشون هم مردمی و مطابق میل گروه های وسیعی از مردم قرار داشت. خب بهتر اینجوری بگم، وقتی که تلویزیون ملی محدود شده بود به حضور خواننده هایی که در سبک جاز فعالیت میکردن،
حضور یک خواننده لاله‌زاری یک تابو شکنی محسوب میشد و آقاسی و سوسن دو خواننده بودند که این تابو رو شکستند، راهی تلویزیون شدند و در شوهای تلویزیونی حضور پیدا کردن و ترانه های خودشون رو اجرا کردن. یکی از اون اتفاقات شیرین و جذاب اجرای ترانه دوست دارم میدونی با صدای خانم سوسن در استودیوی تلویزیون ملی ایران بود که همچنان هم اون تصاویر ثبت شده است و شما دوستان با یک سرچ کوچک هم میتونید بهش برسید. خب این ترانه رو آقای سعید دبیری نوشته بود، یک جوان مثلا احتمالاً حدود 20 ساله 19 ساله در اون ایام، که وقتی من باشون مصاحبه‌ای داشتم و از خاطره دیدارشون با خانم سوسن برای من صحبت کردم، میگفتن خانم سوسن وقتی که متوجه شدن ترانه دوست دارم میدونی رو من نوشتم اصلا متعجب شده بودن. میگفتم بچه جون تو اصلا چطوری ممکنه همچین ترانه نوشته باشی؟ و خب در هر صورت اون ترانه یکی از ترانه های درخشان سوسن به حساب میاد. اما خب نکته که وجود داره اینه که شاید خیلی ها بپرسن که سوسن با این محبوبیت و این شهرت ازدواج هم کرد، علاقمندان زیادی که داشت به سراغش آمدند. سوسن بسیار هواخواه داشت و بسیاری از این طرفداران به قول معروف معرفت میذاشتن و لوتیایی بودن که بدون چشم داشت از او حمایت میکردن، ولی خب طبیعی بود که او به عنوان یک خانوم و به عنوان یک شخصیت شهیر افرادی رو هم داشت که خیلی علاقه داشتن که با او بتونن وارد رابطه بشن. یکی از اون افراد که اتفاقا خودش هم صاحب چندین کافه در منطقه لاله‌زار بود به اسم آقای رضا سهیلا، که ایشون بسیار متمایل بودن که با خانم سوسن، ببخشید من این چراغ فقط روشن کنم، ایشون خیلی متمایل بودن که با خانم سوسن ازدواج بکنن، رسما از ایشون خواستگاری کردن. سوسن نپذیرفت و البته به گفته خودش میگفت، یک مصاحبه که سالها بعد در لس آنجلس داشت عنوان کرد که از دکتر و وکیل و نمیدونم سناتور و هر کسی که بگید من خواستگار داشتم و حیف که در سالهای بعد همه اون جماعتی که دورم بودن آرام آرام فاصله گرفتن، جدا شدن و من الان در امریکا در گوشه دنیا تنهایی دارم زندگی خودم رو پشت سر میگذارم. بسیار به هر حال دردناک این اتفاقات و شنیدن این مباحث از کلام و واژه های بانویی که روزگاری شاید اگر نگم محبوب ترین، یکی از محبوب ترین ها. خب آقا رضا سهیلا نهایتش اینه که نمیتونه و این امکان رو پیدا نمیکنه که با سوسن ازدواج بکنه و خب این دوره درخشان حضور سوسن به عنوان خواننده هم متاسفانه با شکلگیری انقلاب و جریانات اعتراضی به یک انزوایی بدل میشه. شاید براتون جالب باشه و میدونم البته شنیدنش خیلی دردناکه، سوسن بعد از انقلاب مدتی رو در منزل همون یار محمد تهرانی که بهتون گفتم روزگاری در حفظ ترانه ها بهش کمک میکرد و از بازیگران تئاترهای روحوزی لاله‌زار هم بود، مدتی رو همخانه یار محمد تهرانی میشه و با هم زندگی میکنن و خب البته در مهمانی های خصوصی و محافلی که حالا خود هنرمندان در سالهای اولیه انقلاب برگزار میکردن هم اینها حضور پیدا میکردن، میخوندن، اجرای برنامه داشتن و دو بار به واسطه حضور سوسن در یک چنین مهمانی هایی او دستگیر شد و متاسفانه هر دو بار به 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شد که البته بهش این شلاق ها رو هم زدن و نهایتا بعد از بار دومشون تعهد داد که هرگز در هیچ مراسمی به هیچ صورت ممکنی اجرای خوانندگی، اجرای ترانه نداشته باشه. خب بعد از اینکه سوسن دید که واقعا نمیتونه دیگه ادامه بده فعالیت خودش رو، تصمیم میگیره که ایران رو ترک بکنه. او از طریق کوه وارد ترکیه میشه، به صورت قاچاقی به ترکیه میره و بعد از اون هم راهی لندن میشه. خب فعالیت هایی رو در لندن جست و گریخته داشت تا فضای فراهم شد تا بتونه خودش رو به امریکا برسونه
متاسفانه در امریکا با بیمهری های زیادی مواجه شده بود. سوسن، ببینید، سوسن آدم کوچیکی نبود، آدم هنرمند ثروتمندی بود که کارهای خیر زیادی هم انجام داده بود. سوسن کسی بود که یک بیمارستان سه طبقه در همون منطقه قصر شیرین در دوران اوج شهرت و محبوبیتش میسازه، که هنوزم که هنوز اون بیمارستان به اسم سوسن معروفه. حالا بهتون ماجرای اون بیمارستان رو هم میگم. و نکته‌ای که وجود داره اینه که در جنگ ایران و عراق و در سال 62 در طی حملاتی که رژیم بعث عراق به ایران داره، اون بیمارستان رو مدتی اشغال میکنه در منطقه قصر شیرین و بعدها هم با اصابت موشک یکی از طبقاتش که کاملا تخریب میشه و عملا به یک فضای متروکه بدل میشه که هرگز هم احیا نشده. خیلی جالبه، بیمارستانی که حالا در یک دوره جنگ بوده، اتفاقات ناگوار اینچنینی رخ داده بوده، چرا بعدا احیا نشده، چرا بازسازی نشده؟ چون سوسن ساخته. هنوزم ظاهرا این به عنوان یکی از نمادهای جنگ در قصر شیرین به همون صورت مخروبه باقی مونده. بیمارستانی که حدودا 144 تا تخت خواب داشته در یک منطقه محروم، در یک منطقه مرزی، یک همچین بانوی با یک همچین شرایطی، با یک همچین دست خیری به مرحله‌ای در زندگی میرسه در امریکا که نه تنها کسی دیگه کنارش نبوده، نه تنها دیگه کسی حمایتش نمی کرده، بلکه شرایط اقتصادیش هم بسیار بد شده بوده و واقعا موقعیت اقتصادی خانم سوسن در به ویژه سالهای پایانی زندگیشون اسفبار بود، طوری که ایشون وقتی که دستشون میشکنه تا یک سال با وجود اینکه دست شکسته بوده حتی نمیرن دستشون رو گچ بگیرن و همین مثلا باعث میشه که اون حالا قسمت شکستگی در قسمت بازو و کتف فکر میکنن بوده که اون قسمت به دلیل عدم رسیدگی به موقع عفونی میشه، ایشون مجبور به عمل جراحی میشه، بعد از عمل عفونت سر باز میکنه و نهایتا خانم سوسن در سال 1383 در سن 64 سالگی سنیه برای اینکه یه نفر از دنیا بره، در سن 64 سالگی ایشون فوت میکنن. همه این اتفاقا فقط به خاطر چی بوده؟ به خاطر این بوده که ایشون یک شخصیت مردمی و محبوب بودن و دیگه بعد از انقلاب نمیتونستن به فعالیت خودشون ادامه بدن. این ظلم نیست؟ من فکر میکنم که واقعا یک تدبیری باید اندیشیده بشه. کار به جایی رسیده بود که در فکر میکنم سال 84، یعنی یک سال بعد از این اتفاق، چون حتی خانم سوسن بسیار مظلومانه هم به خاک سپرده شدن، حتی در مراسم تدفین ایشون هم هنرمندان زیادی حضور نداشتن و همین مسئله و همین تصاویری که اون دوره در ماهواره ها مخابره میشد باعث شد که در روز مراسم تدفین مرحوم منوچهر نوذری در همین رادیو ارک تهران که به هر حال جمعیت عجیبی هم حضور داشتن و من خودم هم بودم، آقای زرقامی که رئیس وقت سازمان صدا و سیما بود و تازه هم ظاهرا منصوب شده بود، ایشون اومد گفتش که چرا باید هنرمندان ما در خارج از کشور به اون شکل در غربت از دنیا برن. آقای زرقامی، این رو ما باید از شما بپرسیم، شما به عنوان یکی از مسئولین رسانه ای کشور باید این رو جواب بدید که چرا هنرمندان ما نباید بتونن بیان تو کشور خودشون زندگی کنن، حداقل بیان تو کشور خودشون بمیرن، ما زندگی هم نخواستیم، حداقل این امکان رو داشته باشن بیان تو کشور خودشون بمیرن. آیا این امکان براشون فراهم شده؟ به نظر میرسه که ما آقای کیانیان چند روز پیش یه صحبتی داشتن در یک مراسم، میگفتن که مسئولین ما همشون در جایگاه اپوزیسیون قرار دارن، یعنی ما تنها کشوری هستیم که مسئولین نظامش خودشون اپوزیسیون خودشونن و دقیقا حرف جمله آقای زرقامی هم همین بود، شما خودتون باعث شدید که اینا نتونن پاشون رو توی این مملکت بذارن، بعد شما میگید که چرا اینا باید در غربت به این اتفاق و به این صورت از دنیا برن. نهایتا این که به هر حال ما خانم سوسن رو حدود 18 ساله که از دست دادیم، ولی صدای سوسن، خاطرات سوسن،
کارهای خیری که برای مردم کرده همچنان تا سالهای سال زنده است و هم برای خودش و هم برای ما به یادگار میمونه. بیش از این دیگه وقتتون رو نگیرم، دلم میخواست که راجب سوسن یک برنامه مفصلی رو ترتیب بدم، امیدوارم دوست داشته باشید. بازم ازتون خواهش میکنم از کانال حمایت بکنید، همه تلاش خودم رو میکنم که بتونم برنامه های بهتر و جذابتری رو براتون ترتیب بدم. بیش از این مزاحم وقتتون نمیشم، به امید دیدار تک تک شما عزیزان، خدا نگهدارتون.